بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد یمین و اعضای محترم کمیسیون برگزاری سیمینار علمی گهواره زبان فارسی دریم، اعضای محترم کابینه، مشاورین، استادای گرانقدر، مسلکای عزیز، میمانای نهایت گرامی که از کشورهای بیرون تشریف آوردن، خواهرها و برادرها، هموطنای عزیز، اولتر از همه توفه پیشوای بشریت برتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاتو. امروز روز دوم است که ما جنازه یک جنرال افغان سر شانایم برداشتیم و در این حال کماندوهای بسیار شجاعی ما در بادغیس به شهادت رسیدن. اول میخوایم درود بفرستم به تمام قوای امنیتی و دفاعی ما، خاصتا شهدا و زخمی ما و هر هموطن ما، مخصوصا هموطنای ما که در بدون هیچ نوع گناه آماج موجهای تروریستی قرار گرفتن، اما همیشه سر از خاک استاده بودن و سر از خاک استاده خواهد بود. صدومین سال استقلال افغانستان یک فرصت است که ما آباد استقلال خود سرش فکر کنیم. ما صدومین سال استقلال سیاسی افغانستان سرش بحث میکنیم و یک گفتمان ملی خود داشتیم، اما در عین حال آباد اقتصادی، آباد امنیتی و مخصوصاً آباد فکری استقلال ما نهایت مهم است. دلیلی که مجلس امروز صورت میگیره ایست که بود فکری استقلال ما هزارها سال و گذشته میره. زبان یک پدیده اجتماعی است. هر کدام ما به حیث عضو اجتماع وقتی که چهار جمله میگیم در حقیقت هزارها سال کار مشترک پیشینای خود سرش اتکا داشت و زبان دری ما زبان وصل نه تنها مردم ما بلکه یک منطقه تمدنی است. از این جهت ضرور است که ریشه‌های عمیق فکری خود را در این زبان و زبانهای دیگه ملی ما، پشتو، ازبکی، پامیری و تمام لسانهای دیگه خود به صورت واقعی ببینیم. افتخار افغانستانی است که هر زبان خود زبان ملی خود میداند. و دلیل از این بسیار آسان است. ما سر هویت ملی خود شک نداریم. کسای سر یک زبان اتکا میکنن که در حراس باشه. افغانستان به حیث چارای آسیا، به حیث چارای تمدن و مرکز تمدنی همیشه که تمدن اسلامی ما، تمدن بزرگ اسلامی ما آخری از این تراوش هاست، همیشه سر خود اعتماد داشتیم. هزارها سال وجود داشتیم و هزارها سال دیگه وجود خود داشتیم. عرفای ما در چهار قسمت است. اول خوش آمدید میگم همه شما بزرگار، مخصوصا کسایی که امروز مرحمت فرمودن و احسان ما را روشن کردن، میمانای بسیار گرامی ما را و اعضای محترم از پوانتون ها، جناب استاد رفی، جناب فاروقی سب، جناب غزنفر سب، از من پاچا، تمام استادای مهم دیگر جناب مرتضوی سب، همه که زحمت کشیدین. ما از چند جهت تشکر میکنم. اول است که سیمینار جناب رفی صاحب بیادش خود باشه مرا بیاد سیمینارهای دوران جوانی من داخت. در اوج من بسیار جوان بودم و اینا از ما بیگار میگرفتن، سر ما دوامدار ترجمه میکردن. در یک روز یادم است که 12 ساعت مسلسل سرم ترجمه کرده بودن. ده او کسایی که ترجمانی میکنن یا زحمت میکشن ما از دلشان میایم، از اونام تشکر میکنم. اما نقطه کلیدی در این
که مرا به یاد از او روزهای سه دهه ما سر تحقیقات زبان و تاریخ و باستانشناسی و بشرشناسی رفت و زمینه ای سمینار موجب ازی شد که باز یادداشتای گذشته ما سرش یک مرور کنم و باز آثار نو ببینم. در این بخش از استاد غبار، استاد کوزاد و استاد حبیبی ضروری میبینم که یادآوری کنم. تاریخ قبل از اسلام ما را ای سه بزرگوار در تحلیل و تجزیه و عام کردنش یک نقش اساسی داشتن و میخواهیم بنجمن تاریخ او وقت خاصتا ابراز تشکری و یادآوری کنم. در این حال از محققان ایرانی میخواهیم ابراز تشکر کنم. سه کتاب هم از هر شبور کردم، ملک شعرا بهار، دکتر عبدالحسین زرینکوب و مخصوصا کتاب دکتر سید مهدی زرقانی. این کتاب ما فکر میکنم مبحث بحث ما را باید در آینده تشکیل بده. ضرور است و همچنین آثار محققین هندی و پاکستانی که سر زبان دری سرمایه‌گذاری کردن و آل محققین تاجیکی و آسیای مرکزی باید جز از این گفتمان ما صورت بگیرد. دلیلی که دکتر سید مهدی زرقانی را و از جناب تابش صاحبم تشکر میکنم در این بخش خاصتا ایست که تحلیلی از اینا از متن به فرامتن، بین المتن و قرائت عبور کرد. آخری تیورای ادبی معاصر در آثار از این نکاس پیدا کرده و ضرورت عزیز که ما از تاریخ ادبیات به ادب شناسی به صورت اساسی بود و اینا زمینه ازیر فراهم کردن که ضرورت بود. نقطه دیگه یک نقطه اساسی است که اساس دیدگاه بشرشناسی را تشکیل میده. زبان، فرهنگ و نژاد سه پدیده جداگان است. نژاد یک واژه فرهنگی است، در طبیعت وجود ندارد. فرهنگ یک وسیله وصل است، زبان تنها یکی از اجزای زیر تشکیل میده. زبان مادری نیست، زبان آدم یاد میگیره و مخصوصا یک فرهنگی که چند زبان همزمان داره دیدگاهش به مراتب امید است وسیع تر باشه تا فرهنگی که یک زبان داره و فکر میکنه که همه چیز در زبانش خلاصه میشه. تمام تحقیقات نشان میده که طفلی که دو لسانه میفهمه به مراتب دیدگاه وسیع تر تشکیل میده. از او جهت دو نقطه ضروری است. ملت یک پدیده فرهنگی است و دولتداری بدون فرهنگ عرفانیش، بدون یک اساس فرهنگی و یک دیدگاه مشترک ملی تنها یک وسیله حکومت داری است. اگر می خواهید به قلب ها حکومت کنین باید به فرهنگ کنین، به تمدن عظیم عرفانی ما پس مراجعه کنین. این تمدن ما مخصوصا عدالت محور است. هزارها سال است که واژه عدالت در تمدن ما، در زبان ما، در ادبیات ما یک موقف بسیار بالا داره و مخصوصا در فرهنگ اسلامی ما اساس حکومتداری ما را تشکیل میده. قسمت دوم، من عرایزم خدمتتان تنها و معذرت میخوام، شما استاد هستین، من تنها یک شاگرد هستم، چند نقطه خدمتتان عرض میکنم. زبان دری، اول یکی از وسایل ابراز عمیق‌ترین احساسات ماست. این پدیده را بدون هزارها سال ارتباط عمیق احساساتی شما درک نمی‌کنید و باید بفهمیم که ما
متولد 100 سال گذشته نیستیم، هزارها سال خون و احساسات در مغز ما و در قلب ما جای داره. دوم، زبان هم مسئول تاریخ ماست، هم سازنده تاریخ ماست، چون بالاخره دیدگاه ما وسیله ابراز زبانی میخواد و از این جهت سرمایه‌گذاری سر زبان از سرمایه‌گذاری سر زیربنای فیزیکی کده اهمیت کمتر نداره. اگر با هم دیدگاه مشترک نداشته باشیم، هر نوع رشد اقتصادی ما را به هم وصل نمی‌کنه. سوم، زبان دری وسیله ایجاد یک قلمرو بزرگ فارسی است. او قلمرو افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته، اما این قلمرو در طول تاریخ محدود به ما نیست. نوع ارتباطات خود در ادوار مختلف تاریخ در این قلمرو باید با وضاحت بدانیم. و بالاخره دو موضوع دیگه، یک، خودشناسی. آیا امکان داره که خود بدون باستانشناسی عمیق فکری خود درک کنیم؟ چون ما فرد نیستیم که بتانیم جامعه خود به صورت شعوری نقشه بندی کنیم. هر کدام ما هم پدیده گذشته استیم، هم امید است که وسیله وصل با آینده باشیم. و اگر آینده را به صورت اساسی با درک عمیق گذشته ندانیم، بسیار زود از اصل خود جدا خواهد شد و یه اصل جامعه بسیار عمیق است، ریشه‌ای بسیار عمیق داره. درخت مغرور نشه، چون اگر ریشه خشک شد درخت هرچی بالا باشه. و سعدی ذکر کرده که مردم ریشه هستن و حکومت درخت. و نقطه پنجم در این بخشی است که انواع گفتمانهای ما را زبان دری ممکن ساخت، چون شیوه های مختلف از نثر، نظم، غزل، عرفان و غیره در زبانهای ما جمع شده. و نقطه بعدی ما است که از نگاه دیدگاه، اگر امیرعلی شیر نوایی، خوشحال خطک، جامی را با هم ببینین، 90% افکارشان این افکار است. و ایرم فراموش نکنین که طبقات صوفی ما مخصوصا طبقه نقشبندیه، طبقه چشتیه، طبقه قادریه و طرق دیگه ما در طول قرنها مرد و زن در این زبان و پشتو زبان و ترک زبان همه را با هم وصل کرد. و ایرم فراموش نکنین که خلوت در انجمن همیشه مخصوصا در طبقه نقشبندی ما یک نقش اساسی داشت. ضرورت است از این جهت نقاط خدمتان ذکر میکنم که نسل جوان ما ضرورت داره که ریشای عمیق فرنگی خود درک کنه. زبان کامپیوتر ضرور است، اما کامپیوتر فرهنگ ملی رو نمیسازه. کامپیوتر وسیله عزیز که فرهنگ ملی رشد کنه. حال بحثایی که صورت میگیره در تحقیقات، کامپیوتری رو ممکن ساخته که همه بدون از اینکه با یکدیگر ببینن این ممکن بساختن، اما دیدگاه فرهنگی ما زبانای ملی ماست، هویت تاریخی ماست. دا افغانستان زمو کرده، دا زمو گوری نبز جیره. نقطه سومم چند خواهش است از نگاه تحقیقات. امروز استفاده زیاد کردیم، اما با مثابه ایرانی ها واقعا سر تاریخ زباندری خود کار بسیار کم کردیم. یک تسلسل واضح تاریخی زبان ما هنوز ایجاد نکردیم و حداقل چند بخش از دیدگاه عاجزانه مهم است. اول متون.
اگر افغانستان و انگلستان مقایسه کنه، پیش از قرن 12 انگلستان متون بسیار بسیار کم داره، قسمت زیاد اروپا، اما متون ما از هزارها سال قدامت داره. این متون چطور طبقه بندی میکنه؟ اما بس در داخل متن باقی نمیمانه، چون نقطه اساسی متون ما مخصوصا اوستا و تمام متون دیگه مذهبی ما اینا مطالعه نمیشد. اینا کتاب نبود که فرد اینا رو بخونه. اینا قرائت میشد، در مجلس قرائت میشد. و بدل عمدترین مجلس بدل تحت نظر نایب السلطنه نصر الله خان صورت میگیره. هر روز پنجشنبه یک مجلس بدل شناسی بود تا هر فدال رسیدن. بعد از اینکه سلطنت باخت پروژه استاد شد. اما خاطرات محمود طرزی را که ببینین، هر شب پنجشنبه غلام محمد خان طرزی مجلس بدل شناسی داشت. موضوع چیست؟ متن با فرامتن و قرائت یک ارتباط واضح دارد. قسمت عمده متون شعری ما انوزم در بدخشان، در هرات، در افغانستان مرکزی، در شاهنامه خانی و اینا جریان داره. این یک نقطه کلیدی است، چون این متون کهنه نیستن که در کدام کتابخانه وجود داشته باشن. در مغزای ما و در دلای ما اینا جای داره. بحث نوع پوانتونای ما با تعلق بگیره به نوع از این تعبیر، چون اونم است که در جامعه به عبارت دیگه متون ما خاطره تاریخی داره و قرائت میشه. دلیلی که را عرض میکنم براتون، چون سوال دیسته که در یک جامعه که سواد محدود بود چرا دیدگاه مشترک است؟ دیدگاه از قرائت می، دیدگاه از مجلس می، دیدگاه از بحث‌های وسیع طبقات صوفیه و غیره می. و ای ضرور است که بفهمیم که متون ما متون یک اقلیت نبود. جامعه ما به صورت عموم در این متون داخل بوده. در داخل از این متون بحث بین متون وجود داره. همه در یک دیدگاه نبوده. فردوسی از این خاطر در قیر نقل قول میکنه که نشان بده که چطور اشعارش از او که در بالاتر است. بحث‌های اساسی سرتاسری وجود داشته، ضرورت واضح است که ما این بحث‌ها را درک کنیم. و فرامتن نقطه در چیز. پس میایم سر نقطه کلیدی تسلسل و تداوم. ساختارهای سیاسی ما همیشه در تحول منفی بود. وقتی که مسعود، دربار مسعود سقوط کرد، یک قسمت زیاد شعرا به ایران نرفت یا به بغداد نرفت. این حرکت های تاریخی باید واضح دیده شود تا بتانیم اینا را درک کنیم. نقطه دوم، روند تاریخی باید واضح باشه. یک چیزی که عرصه از بزرگوار استادای ایرانی سرش موافق هستن ایستن که بلخ، بدخشان، مرو، ساحه آسیای مرکزی مهد زبان دارید. در او وقت زبان ایران پهلوی و تبری بود. بنابراین سوال تاریخی نیست که ما بازار ثابت کنیم، که سوال تاریخی داییست چرا زبان دری در ایران و در هندوستان و جاهای دیگه حاکم شد. این جواب باید به صورت واضح بدیم. این که زبان از ماست و ما از این زبان هستیم در او شک و شبه نباشه. نقطه کلیدی در این بخشی است که ضرورت تحقیقات داره. هم به پوانتونای ما، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ و هم به اکادمی علوم خواهش ما ایست که یک تحقیقات سرتاسری باستانشناسی زبان و هویت فرهنگی ما روی دست گرفته شد. با افراطیتی که امروز سر و کار داریم، این افراطیت گلوله جواب نمیده.
جنگ تحمیل شده است. من قسم گفتم قهرمانای عزیز وطن اولاد صدیق وطن روزانه قربانی میدن، مگر نقطه اساسی دیدگاه فکری است و در ایجاد دیدگاه فکری هویت تاریخی ما با ایسی کشوری که زبانهای متعدد دی ملی داریم و ای زبانها همه با هم مرتبط هستند از نگاه دیدگاه نهایت ضروری است. از این جهت پیشنهاد میکنم که از مجلس‌های علمی الهام گرفته که یک شورای عالی فرهنگی را ایجاد کنیم تا بحث‌های اساسی و یک نقشه را داشته باشیم. و ضرورت عزیز که کشور که با مو اندازه که سر عباد امنیتی خود و عباد اقتصادی خود و سیاسی خود سرمایه گذاری میکنه، آل وقت اساسی ازی رسیده که سر فرهنگ خود سرمایه گذاری کنه. تقوی تمام زبانهای ملی ما جز از این برنامه است، چون هویت ما با مساوات هر افغان به هر افغان یک جزش ایست که به زبان خود و به زبان مادری خود تکلم کنه، نوشته کنه و بتونه با آرامی. اما همه ما باید یک دیدگاه وسیع ملی داشته باشیم که نتیجه قرن هاست نه نتیجه ده ها. پیشنهاد جناب استاد یمینه که یک مدان مولانا ایجاد شد به سر چی ضرور است. در این حال ترمیم مدرسه با آدین ولد پدر مولانا زیر کار است، ما ادایت شده دادیم و این خبرم برتان دارم جناب شورس که ما با حکومت هندوستان در بحث هستیم که مزار بدل به صورت اساسی ترمیم کنیم. فراموش نکنین که سنگ مزار اقبال ما دادیم، مرمر چشت شریف هرات است، مزار بیدلم از سنگ افغانستان میسازیم. تا سنگ و دل با هم دوباره پیوست کنن. زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، پاینده باد زبان دری ما.